کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنون. با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر. هر هفته در رادیو تلویزیون مانی. شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید. درودی گرم به شما بینندگان و شنوندگان نازنین رادیو تلویزیون مانی و برنامه کافه روشنگران. من اسمم تغییر نکرده، همچنان میرزا آقا عسکری مانی هستم. امروز در کنار دوستانی که تصاویرشون رو روی صفحه می‌بینید، آقای اسماعیل وفا یغمایی شاعر، آقای بهرام چوبینه نویسنده و مترجم، آقای دکتر علیرضا آثار فیلسوف، من بارها گفتم در برنامه‌های دیگه، فیزیکدان و یک مبارز جدی سیاسی نشستیم در این کافه روشنگران. جای شما بسیار خالی است و امروز می‌خواهیم در باره برخی از مدعیان رهبری سیاسی در ایران، در ایران امروز آینده سخن بگوییم که چرا در برابر جمهوری اسلامی به درستی از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند، حتی برخی‌هاشون خیلی جدی خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، اما با ریشه این سرطان جمهوری اسلامی که همون مذهب شیعه است، آخوندیسم است، امامزاده هست، زیارتگاه هست، کربلا و مکه و کعبه و چون این چیزهای هست، اصلا برخورد نمی کنند. آیا اینها چون مسلمان هستند با اسلام و شیعه کاری ندارند، یا از روی عوام فریبی و برای حفظ رأی و نظر دیگران به سوی خودشون تقیه طولانی مدت کردن و دچار این عوام فریبی شدن؟ چرا شهامت این رو ندارن که بیان بگن آقا این رژیم یک ایدئولوژی داره و همه این تبهکاری هاش ریشش در اون ایدئولوژی هم هست و اونم اسلام ناب محمدی و شیعه اثنا عشری است و ما اگر قدرت رو بگیریم فقط مسئله این که دین را از سیاست جدا کنیم نیست و در کنارش دوباره بیاییم با آخوندها لاس بزنیم، با اهل محرم و عاشورا و نمیدونم تکیه ها و چنین چیزهای دوباره کنار بیاییم تا رأی مردم رو پشت خودمون داشته باشیم که بتونیم در دراز مدت قدرت در دستمون باشیم. معنای سخن من این هست که به باور من هر سیاستمداری که ناب نباشه، خودش نباشه، صداقت نداشته باشه، تقیه بکنه، عوام فریبی بکنه، این هیچ فرقی با این سران جمهوری اسلامی نخواهد داشت و ندارد. چرا که هدفش فقط قدرته. وقتی به قدرت رسید برای حفظ اون قدرت نه تنها اینجا دروغ میگه، ممکنه قربون صدقه اسلام هم بره و حتی مثل اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران از یک طرف به گفته و نوشته آقای علم هم مشروب میخورد، نوشیجانش خانم بازی هم میکرد و هم حوله سفید کفن میانداخت روی شونش میرفت مکه و این داستان. اغلب این سیاستمدارایی که خودشون نیستند، صداقت ندارند و عوام فریبی میکنن، میخوان توده های مردم رو گول بزنن، بگن شما مسلمانید ما هم هستیم. البته الان که اکثریت جامعه ایران در از اسلام دور میشه، پشت به دشمن، پشت به قبله و پشت به آخوند میکنن و رو به ایرانن، اما اینها هنوز رو به قبله سیاسی هستن. امروز میخوام در این باره حرف بزنم. من بحث کافی توضیح دادم و میخوام شروع کنم نظر آقای اسماعیل وفا یغمایی رو در این زمینه بشنویم و بعد ببینیم بقیه دوستان چی میگن. همراه ما باشید. آقای یغمایی بفرمایید. با درود به همه دوستان، آقای آثار، آقای مانی و آقای چوبینه. ببینید این بحثی است بسیار مهم و دامنه اون نه تنها در حیطه جامعه شناسی و تاریخ، بلکه در دامن فلسفه نیست که آقای آثار با اون سر و کار دارند کشیده شده. ببینید 1400 سال گذشته
از طلوع اسلام. ما تاریخ پیش رومونی تا الان جرأت نداشتیم که اونو بررسی بکنیم. من بارها گفتم حتی بزرگان ارجمند ما نیز در میرفتن خیلی جا. مثلا من خیلی استاد زرینکو رو دوست دارم، ولی تو بعضی از کتاب ها اون نرم عبور کرد. اومدیم ما رسیدیم به یک حکومت 40 ساله جمهوری اسلامی، اسلام از تئوری به عمل در اومده. یعنی من خودم وقتی که 19 سالگی سر به آیین اسلام سپردم، تا قبل از اون یک آدم آزاد بودم با یک گرایش فلسفی خلاصه اسپریتوئل، در حقیقت یک نیروی رو من قبول داشتم بدون اینکه فکر کنم. من زندان شاه رفتم، شکنجه شدم، کتک خوردم، نمیدونم، اومدم بیرون، تو انقلاب شرکت کردم، چندین بار زمان شاه دم گلوله رفتم، نزدیک سقوط اسلحه خریدیم با دوستان اون برای اینکه بجنگیم با کسایی که مردم رو میکشتن، ولی حتی یک بار فکر نکردیم که آقا این اسلام در طول 1400 سال چه کرده برای ما. یک بار ما سوال نکردیم که کجاست حتی یک حکومت نیمبند دموکراتیک بر پایه اسلام، و یک بار سوال نکردیم که این سه تا ستون اصلی، یعنی الله، پیامبر و کتاب آسمانی رو ما بذاریم روی میز به عنوان یک اثر، تأثیرات اجتماعی اینا رو ببینیم، و اومدیم تا حالا. الان مردم از یه تجربه 40 ساله گذشتن، تئوریشون ندارن ولی فریادشون به آسمون بلند شد. یعنی خلاصه پایه های دین لرزیده تو جامعه ولی بیشکل هنوز. مشکل به نظر من تو مردم نیست، مشکل جاییست که اون عصبهای جامعه حرکت میکنن، یعنی کسانی که میاندیشن و جامعه رو جلو میبرن. دوران رنسانس هم مشکل سر مردم نبود و مشکل سر روشناندیش و روشنفکری بود که به وظیفه خودشون عمل کردن، جنگیدن، فیلسوف جنگید. هفته قبل ما دو هفته قبل صحبت کردیم درباره اسپینوزا، روشناندیشش جنگید، ولتر جنگید، تعارف گذاشتم کنار. ببینید ما یه عقب ماندگی وحشتناکی داریم که با یک نوع نونور بودن خیلی از کسانی که صاحب دایی هم همراه. من یه مثالی میزنم، دو هفته قبل این آقای رضا پهلوی، من تاکید میکنم که من به ایشون احترام میذارم، با اینکه در زندانهای پدرش به من کتک خوردم، شلاق خوردم و میدونم که معلول جمهوری اسلامی من جمله میتونه در اونجا هم یافت بشه، ولی یک موضع گیری کرده بود، گفته بود که مردم رو نکشید، مثلا کسانی که جنایت نکردن رو میپیوندیم، بعدش هم گفته بود مردم اگه بخوان انتخاب بکنن مجاهدین انتخاب نمیکنن. یک اطلاعیه دادن که آقا بقایای فاشیسم سلطنتی خلاصه با فاشیسم مذهبی همصدا شده و کلی توهین و تحقیر. من میگم میشه نقد کرد هر کسی رو قشنگ با زبان مؤدبانه، مثلا بچه شاه، خب بچه شاه معلومه بچه شاهه، بندم بچه یک رئیس آمارم، آقای رجوی هم بچه یه دفتر داره، ولی میشه درست صحبت کرد که آقای رضا پهلوی. من سوالم اینه که کسانی که از فاشیست صحبت میکنن اول ترمو درست به کار نبردن. رژیم محمد رضا شاه یه رژیم فاشیستی نبود، یک دیکتاتوری مدرن بود، فاشیست پایه‌اش مشخصه. دو، آیا کسانی که این حرفو میزنن، یعنی دوستان سابق خود من، توجه دارن که اینا پروردگاری روزی 17 بار جلوش خم و راست میشن که انسان میسوزونه و هیتلر به گرد پاش نمیرسه و خجالت نمیکشه؟ آیا اونها توجه دارن که تو 10 سال مدینه نسل خلاصه گروهایی رو پیامبر اسلام برانداخت و کشتار کرد، یهودیان رو کشت، سالی 4 جنگ کرد و تو 62 سالگی که رفت چیزی از خودش باقی گذاشت که بعد نیمی از جهان رو به تکون رو برد که الان ما گرفتارشیم؟ آیا نه توجه دارن کسی رو که به نامش عملیات چلچراغ انجام دادن، ارتش آزادی بخش، یعنی امام اول شیعیان، کسی است که با دوستانش 700-800 نفر یه روز گردن زد؟ بنابراین من میگم نونوربازی کافی است، اعتقاد مردم به خودشون مربوطه. من اعتقاد ندارم که حتی تا 100 سال دیگه ما میتونیم جامعه رو مثلا لایک بکنیم همین مردم رو، یا سکولار بکنیم. ما دولتمون رو میخوایم لایک و سکولار بکنیم، مردم رو یه مبارزه فرهنگی طولانی و من جمله مقوله مرگ، یعنی پایان یافتن عمر یک نسل و نسل نو حرکت میده. اینها حاضر نیستند. نواندیش مذهبی میخواد رنگ بکنه، کسی که ادعا داره میخواد بعد از خمینی جامعه بی طبقه تویدی بسازه، اندیشش همون اندیشه خامنه‌ای است. یک بار پایین نمیان. من بارها گفتم
گفتم من استقبال میکنم اگه بیاید توی تلویزیون بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم و از این حیطه مسخره آخون ساخته، یعنی این تفکر رو بدنش رو آخون ساخته، مقوله امام زمان، مقوله نمیدونم این بسادی که را انداختن، جامعه عادلانه، اینا همشون به همین بلا مبتلان. ولی چون درگیری فرهنگی مشکله، درگیری فلسفی مشکله، مثلا یک بار نشده که اینها به حیطه فیزیک نگاه بکنن، به جهان شناسی و این الله رو با طول و عرضش منطبق بکنن بر یک گالاکسی، که آیا این میتونه اصلا سازنده این جهان باشه؟ کسی که تمام هم و غم بشینه که یه بدبختی گوشه یک مغازه یه لیوان آبجو خورده، باید ببرن 70 ضربه شلاق بزنن، بعد ایشون سازنده سیاه چاله باشه که همه منظومه شمسی رو میتونه قورت بده. این ذهن علمی دچار تناقض میشه، اینا نمیفهمن، اینا تو دستگاه فقه مجلسی گیرن همشون. از نواندیش معذرت میخوام، من اینا رو خیلیشون دوست داشتم و هنوز بهشون احترام میذارم، امثال آقای بازرگان، امثال آقای دکتر شریعتی، جوانی ما با اینا پر بود. ولی دستگاه فلسفی کاملا فلجه، دستگاه تاریخی کاملا فلجه، دستگاه جامعه شناسان کاملا فلجه، و اینا نه جرأت شدن. و نقطه بدتر این که اینها بر توده های متکی هستن، یعنی به نوعی عوام فریبی، میگن آقا مردم نمیفهمن، مردم مذهبی هن، مردم باید هواشون رو داشت. در حالی که من سالها قبل گفتم اون مردمی که شما میخواهید داشته باشید خامنه ای با خودش زودتر میبره، برای اینکه دستگاه فلسفی اون کاملتر از شماست. شما با تکیه بکنید به نسل نو، به اندیشه نو که در آغاز ما فکر میکردیم میکنن ولی نکردن، و الان میبینیم که مشکل برجاست. من اجابتا به همین اندازه اکتفا میکنم. بله، نامی از کعبه یا خانه خدا بردم، یکی از دوستان میگفت که مگر خود شما مسلمون ها و اهل دین نمیگویید که خدا جهان را در 7 روز آفرید؟ یعنی اصلا جهانی نبود. خب اگر الان در جای بنام مکه گفته می شود این خانه خداست، قبل از اینکه خداوند به جهان جسمیت بدهد خانهش کجا بود؟ اگر هم داشته باشه اون خانه اصلیست، خانه اوست، نه این کعبه ای که ما کفن بردوش میندازیم به زیارتش میریم. برگردیم و نظر آقای دکتر علیزاده آثار رو بشنویم درباره همون پرسش نخستی. آقای آثار میکروفونتون یادتون نره باز کنید و بفرمایید که این تقیه یا این عوام فریبی که در عالم سیاست ایران جاری است، حتی در خارج از کشور ما می‌بینیم آقای اوباما سالها سفره رمضان و افطاری و این چیزا راه میندازه، حتی امسال آقای ترامپ هم این کارو کرد، در حالی که در هیچ کشور مسلمانی برای روز میلاد مسیح سفره نمیندازن، جشنی نمیگیرن و اصلا خفه میشن میرن در حاشیه تا اون روز بگذره، در حالی که عیسی مسیح رو هم پیامبر خدا میدانن. ولی غرب چرا باج میدهد؟ و خانم مرکل میآید میگوید که اسلام گهرسون دویشلند، اسلام به آلمان متعلق است. این آیا ریاکاری است از روی باور حساب شده؟ بفرمایید. میشنوید. بله، 100% ریاکاری نیست، هم سیاسیه و هم یک علتی داره که حالا من توضیح میدم، و اون اینه که ببینید به طور کلی بشریت در روند منظم کردن اجتماع و حکومت بر اجتماع ها، سیستم های سیاسی به یک جایی میرسن که میبینن صرفاً سیاست برای ساختن یک جامعه سالم کافی نیست. مجبوریم ما چاشنی اخلاق از یک جا باید به جامعه تزریق بشه. مذهب همیشه با این شعار پیش اومد از چندین هزار سال پیش که ما اخلاقیات رو میخواییم برای بشریت بیاریم. بزرگترین شعار مذهب همیشه در تاریخ، و اتفاقا تنها نقطه‌ای که مذهب مشروعیت خودش رو میخواد به قول نشون بده اینه که به مردم میگه ما از طرف خداوند پیام داریم برای شما، و خداوند راه رستگاری، اخلاق و سلامت جامعه انسانی رو اینطوری گفته. ولی بعد که میایم به مذاهب نگاه میکنیم، میبینیم بالاترین درجه جنایات، بد اخلاقی ها، کجروی ها، تجاوز ها، هم به حقوق
جان، مال و ناموس مردم از طریق سیستم های مذهبی صورت گرفته. سیستم مذهبی که در کلیسا یا کلاس قرآن به بچه های مردم تجاوز میکنه ولی شهامتشو نداره که بیاد جوابگو باشه. یکی از چیزهایی که خطرناک در مورد تربیت مذهبی و الهی اینه که این گونه افراد هیچگاه جوابگوی خلافکاری ها و اشتباهات خودشون نیستند. در جامعه دموکراتیک مدرن موقعی یک سیاستمدار اشتباهی مرتکب میشه، میاد از مردم معذرت میخواد و استعفا میده. حالا بعدن تصمیم بگیرن که جرمش تا چه حدی بوده، مجازاتش بکنن یا نه، اون دیگه به قانون ربط داره. اما این شهامت رو داره و این احساس مسئولیت رو میکنه که در برابر مردم و اجتماع جوابگوست، میاد جلو معذرت میخواد و از مقام خودش کنار میره. آیا شما تا حالا دیدید یک مقام مذهبی چنین کاری بکنه؟ مذهب مشروعیت خودشو از اجتماع و رأی مردم نمیاره. مذهب مشروعیت خودشو از ماورای ابرها آورده. بنابراین نه جوابگوست، نه مسئوله، نه هیچگاه اشتباهات خودشو قبول میکنه. اشتباهات رو توجیه میکنند، قبول نمیکنند. این گرفتاری مذهبه. من مثلا براتون همین آقای رضا پهلوی که جناب یغمایی نامورد، این آقای رضا پهلوی تا حالا اومده یکی از اشتباهات پدرش رو قبول بکنه؟ هیچگاه. همیشه توجیه کرده. میاد با مغلطه توجیه میکنه. آیا مجاهدین در طول 50 سال مبارزه اشتباهات بزرگی مرتکب شدن در مقاطع خاصی؟ آیا در هیچ جا شما دیدید مجاهدین قبول بکنن که اشتباه کردن؟ به هیچ عنوان. همیشه توجیه میکنن اشتباهاتو. همیشه دور میزنن اونها رو و با یک نوع حق بازی و شارلاتان بازی خاص میخوان مردم رو قانع بکنن که نه، ما درست بود کار، ما اشتباه نکردیم. آقای بنی صدر قربانی، یکی از قربانیان بزرگ رژیم جمهوری اسلامی، الان در پاریس گرفته نشسته. آیا آقای بنی صدر قبول داره که سیستم سیاسی اسلامی نمیتونه یک جامعه رو به رستگاری و تکامل و پیشرفت برسونه؟ به هیچ عنوان. با اینکه خودش قربانی همونه ها، به هیچ عنوان. هنوز توجیه میکنه که نه، اونا بد کردن، اگر من باشم بهتر انجام میدن. بنابراین ببینید، اینها سیاستمدار نیستن، اینها سیاست بازن. اینها دارن با سیاست بازی میکنن که ایدئولوژی مذهبی و الهی و اعتقادی خودشونو بر مردم پیاده بکنن. خانم رجوی میگه من انسان دموکراتی هستم. خانم رجوی، شما که در مقنعه سفت و سخت هستید و تمام اطرافیانتون هم همینطور هستند، آیا اعتقادات شما بر حقوق زنان در ایران اثر نخواهد گذاشت؟ البته ایشون آشام میکنه، میگه نه، زنا آزاد هر کاری میخوام بکنم، ولی خب ما میدونیم اینطور نیست. من با یک جمله‌ای که جناب آقای یغمایی گفت زیاد موافق نیستم و اون یک جمله این بود. با اکثر حرفایشون موافق بودم، اما اون یک جمله اینه که این دلیل نداره که من به اعتقادات کسی احترام بذارم. اعتقاد کسی که برای نابودی ایران داره کار میکنه قابل احترام نیست. ما در ایران شیطان پرست ها نیستن که دارن مملکت رو نابود میکنن. آتئیست ها نیستن که دارن مملکت رو نابود میکنن. مسلمینن که دارن مملکت رو نابود میکنند. در زمان چهار خلیفه خلفای راشدین ظلم اسلامی حاکم بود، درست مثل زمان 20 سال خود محمد ابن عبدالله. بعد از این که معاویه با سیاست، مرد بزرگ سیاسی اون زمان، علی رو به درستی از خلافت انداخت و قدرت سیاسی رو به دست گرفت، معاویه یک سیاستمدار بود. به اینجا رسید که در رابطه با کنترل این جامعه، این جغرافیای وسیع اسلامی که در اون موقع در اختیار اینها بود، امکان نداره بتونه با ایدئولوژی اسلامی یا با کتاب قرآن بخواد با اینو برخورد کنه. دستور قطعی داد که قرآن رو بذارید کنار، کار سیاسی با مذهب فرق داره. این اولین کسی بود که سیاست رو از دین جدا کرد. به همین دلیل من به معاویه احترام می‌ذارم. پسرش هم تا حدودی، یزید هم همینطور بود. البته بعد بنی امیه دوباره راه خلاف رفتن و کشتار و ظلم و اینها بر مبنای قرآن شروع شد. ولی مثلا یزید
چون شاعرم بوده و اینجا دوستان عزیز همه نویسنده و شاعر هستن، من یه چیزی بگم. یکی از شعرهای زیبا میگفته، یکی از شعراش اینه: آقای یغمایی به یه لیوان آبجویی که بنده خدا گوشه مغازش خورده و شلاق زدن، یزید میگه ما قال ربک الذی ویل للشرب، خداوند هیچگاه نگفت و درست وای بر شرابخوران. ما در قرآن نداریم ویل للشرب، وای بر شرابخوران، بل قالو، بلکه او گفت ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران. یعنی یزید درست میزنه توی خواه، میگه خداوند همیشه گفته ویل للمصلین در قرآن، وای بر نمازگزاران، هیچ کار نگفت ویل للشرب و وای بر شرابخوران. میدونید، ببینید، کسانی که میان به جزئیات زندگی مردم، به زندگی روزمره مردم، به اینکه یه زن چی پوشیده، حتی زیر لباسش چی پوشیده، اینقدر توجه میکنند. خب این مسائل کلانی که الان شما برای مملکت ایران، برای اقتصاد ایران، برای سلامت مردم ایران به وجود آوردید که حتی آب خوردن در این مملکت وجود نداره، اینها رو شما چطوری میخواهید با دین، با اصول دین، با مالی خولیای مذهبی یه توجیه بکنید؟ خجالت هم واقعا خوب چیزیه، انسان باید یک ذره وجدان داشته باشه و خجالت بکشه. آقای آسر، من میگم که ببینید، دموکراسی و احترام گذاشتن به باور دیگران خیابان یک طرفه نیست، به این معنا که ما به این مسلمان و این متدین احترام بگذاریم، به باورش احترام بگذاریم، اما اونها به منی که فاقد دین هستم احترام نگذارن، من رو ملحد و کافر و نمیدونم مرتد بنامند و اعدام بکنن. کاملا. برابر این، ضمن این که ما باید بگیم که آقا همانقدر که ما کاری با باور مردم نداریم، اما نقدش میکنیم و اون تودهی که رهبری میکنن این مردم رو، مثل آقای علم الهدا، آقای خمینی و امثال بمانی. نه، اجازه بدید من حتی حرف شما رو اینجا یک ذره، ببخشید من جسارت میکنم، یک ذره تصحیح بکنم. نه، اونطورم نیست که ما با اعتقادات مردم کاری نداریم. ما با اعتقادات مردم کار داریم، زیادم کار داریم. مثلا گروه کوکلوس کلان در آمریکا حق فعالیت نداره، بلکه یک گروه تروریستیه، یک گروه آدمکشه. اعتقاداتی هم دارن، مراسمی هم دارن. ببینید، این درست نیست. این شعار جمهوری اسلامی پخش کرده که شما باید به اعتقادات ما احترام بذارید. من به هیچ عنوان به شما احترام نمیذارم، نه به قرآنتون احترام میذارم، نه به خودتون، نه به فلسفتون، نه به امامانتون، نه به پیغمبرتون. برای شما جز آدم کشی و نقض حقوق بشر کاری نکردید، من چطور به شما احترام بذارم؟ به چه چیزی شما احترام بذارید؟ دقیقاً. بله، خب حالا ببینیم که آقای بهرام چوبینه، اگر ما بخوایم صداشون بشنویم باید میکروفونشون رو باز کنن. آقای چوبینه، درود بر شما، خوش اومدید به کافه. آری جان، درود بر خودت و یغمایی عزیز و آقای آثار عزیز. گفتگوهای رو من اکنون با دقت دنبال کردم. من فکر میکنم تا 100 سال آینده همه کسانی که دل به ایران دارن و جامعه ایران و مردم ایران دارن، موضوع و مشکل شیعه‌گری و اسلام ادامه داشته باشه و انتقاد و نقدهای بی نهایت وسیع انجام بگیره. این یک پروسه طولانی است و جامعه باید در آینده در یک جامعه سکولار باید آزاد آموخته بشه و بسیار با دقت انجام بگیره که باعث تنش‌های اجتماعی نشه و سبب عدم آرامش و امنیت اجتماعی را از بین نبره. برای که این مهم هستش، برای که ما میدانیم برخلاف نظر ملایان، تعلیم و تربیت یک مقوله
دولتی هستش. ما در قرن وسط قرون وسطا اینها زندگی نمی کنیم که در اختیار ملایان و یا مکتب خانه ها و ملباشی ها باشه، و باید ما در آینده پیگیری کنیم، دنبال کنیم و انجام بدیم. آنچه که مهم هستش، من میخوام از میون این گفتگوها یک میانبر بزنم. اگر شاه در اون زمانی که ازهاری و شریف امامی رو میوورد و بعد مجبور شد بالاخره روانشاد شاپور بختیار رو به نخست وزیری دعوت بکنه، اگه در اون زمان آیت الله شریعت مداری رو دعوت می کرد به نخست وزیری چه می شد؟ ببینید در اروپا رسم هستش گروه هایی که منتقد دولت و حکومت هستن بعد از اینکه در انتخابات شرکت میکنن و به درصد بین 10 تا 15% آرا میرسن، معمولا احزاب دیگه چون مقدار زیادی از رأی آرا خودشون از دست دادن با اینها ائتلاف میکنن. من شاهد سبز ها بودم در آلمان که اینها که اون موقع سوسیالیست ها و حتی احزاب راست در اول نه، ولی سوسیالیست ها یعنی سوسیال دموکرات ها با اینها ائتلاف میکنن، ائتلافاتی که استانی بود در حقیقت، چون آلمان یک کشور فدرال است در کشور نواحی مختلف با سبسان. یکی از بحثای اینها این بود، یکی از دلایلی که میووردن برای این ائتلاف چون مورد انتقاد قرار می گرفتن از طرف گروه های دستراسی، این بود که ما بخوایم اینا انتقاد می کنن چگونه می تونن در واقعیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور ما یا استان ما اینها می تونن کاری انجام بدن و رفع مشکلات و مسائلی رو بکنن که ما گرفتارش هستیم. من فکر میکنم اگر شاه این کار رو کرده بود برای که شریعت مداری اون موقع برای این که مرجعیت خودش رو از دست داده و محبوبیت خودش رو از دست داده، خیلی از حرفایی که آیت الله خمینی میزد در پاریس رو اون هم در قم تکرار میکرد. افسوس که جامعه ایران و شاه نه به این فکر افتاد و نه توانایی اینو داشت، ولی من فکر میکنم اگر آمده بود و نخست وزیر ایران شده بود و یه عده ملا و آخوند و بازرگان و اون چیزو دعوت کرده بود به همکاری، بلا فاصله مردم متوجه می شدن که دین نمی توانه آرامش دهنده و جواب دهنده و پاسخگوی مشکلات جهان کنونی باشه، جهان امروز باشه. ببینید با انقلاب همه مسلمان ها و چون اکثریت شیعه در ایران، اکثریت مردم شیعه هستن و سپس سنی و اقلیت های کوچک مذهبی، اومدن انقلابیون اعلام کردن که ما همگی خواهر و برادر هستیم، همه با هم خواهر برادر شدن. یادمون میاد که در اون زمان و هنوز هم جمهوری اسلامی، بسیجی ها، این مامورین سپاه پاسداران انتظامی و غیره به زنها نمیگن خانم شما چنین بکنید یا چنان کنید، میگن خواهر، و به مردان برادر میگن. ولی نتیجه 40 سال این برادری و خواهری به اونجای رسیده که طبق
مستندات افراد بی نظر، قیمت تنفروشی در ایران برای دختران 12 به دختران 12 ساله رسیده و پسران به سن همین 12 و 14 ساله. بسیار خوب آقای چوبینی عزیز. یه اجازه بلافاصله من گوش میکنم. ببینید قیمت تنفروشی در ایران ارزشش برابر شده با پفک، خریدن پفک در ایران، یعنی با 20,000 تومان که شما یه بسته پفک تهیه میکنید می توانید در نقاط مختلف شهرهای ایران به خصوص شهرهای مذهبی خواهر برادران انقلابی رو ببینید که ایستادن و منتظر دریافت مزدی ناچیز هستن برای همخوابگی با دیگران. این نتیجه انقلاب ابلهانه اسلامی در حالی که خمینی در ایران و نجف اعلام می کرد ولایت فقیه و حکومت اسلامیش چاپ شده بود، من در مقدمه کتاب 23 سال توضیح دادم، در اونجا یاد میکرد و الان میگفت ما با خمس و زکات کشور اداره میکنیم، حتی پول نفت هم احتیاج نداریم. بله. ما کشور میخواییم به دوران خلافت، دوران بعثت رسول الله و خلافت ولی علی ولی الله برسونیم. بله. جالب اینجاست تحصیلان ما و یا به قول اون موقع و این زمان روشن فکران ما که همسال بازرگان تحصیل کرده فرانسه بودن، این ابلهان به دنبال این قول استبداد و جنایت گرفت. بفهمید. بسیار خوب. عرض کنم که موضوع بحث امشب ما این هست که چرا گروهی از مدعیان رهبری سیاسی در ایران به اصل مرض اشاره نمی کنند. به مریض اشاره میکنند ولی به اصل مرض اشاره نمیکنند. چرا این همه مدعیان سکولاریسم که حتی حزب دارن، تشکیلات دارن، سازمان دارن، خب به درستی میگویند دین باید از دولت جدا شود. اوکی. ولی چرا باید جدا شود؟ برای اینکه دین نشان داده است که مفسده اجتماعی است، ریشه دردها و فقر و بدبختی و عقب ماندگی و حماقت ملی شده. چرا با اصل قضیه اینو برخورد نمی‌کنن؟ این همه ما سازمان‌های سیاسی داریم، حتی سازمان‌های سیاسی و احزاب کمونیستی ایران، اینها نمیان به اصل ایدئولوژی اسلام و تشیع بپردازن. یک جمله شما از اینها در انتقاد علی و حسن و حسین، رضا و محمد و قرآن نمیبینید. مانی جان نوبت شما میشه باز دوباره. نه من یک جمله فقط کوتاه بگم. بس یک جمله. توجه داشته باش که مقوله انتقاد از این یک مقوله فرهنگی است. باشه. هر حزب سیاسی، هر رهبری سیاسی میخواد رهبری معنوی دامرم هدایت بکنه به این جمله رو توجه کن بهش عزیزم. با اون اینه که آدم سیاسی باید در دنیای جدید و مدرن صحه بذاره بر منشور جهانی حقوق بشر. بله. در منشور جهانی حقوق بشر تصریح شده آزادی مذهب، آزادی اندیشه های معنوی و دینی آزاده و دولت و سیاست مدارا حق ندارن. بله، ما که نگفتیم باید ممنوع بشه. من پرسشم در این برنامه از شما دوستان این هست که چرا مدعیان سیاست و رهبری سیاسی به اصل مرض اشاره نمی کنن؟
اشاره کنن بگن آقا این مرضه ولی شما دوست دارید خب برید مریض باشید. آقای یرمایی شما بفرمایید. آقای یرمایی میکروفونتون باز کردم. ببینید واقعا این قضیه خودزنی که اینا نمیخوام بکنن، اینا در حقیقت خودشون آلوده اینن، یعنی خودکشی که نمیخوام بکنن، چون ما از کسی صحبت میکنیم که مثلا آقای آثار به درستی گفتن اون انتقادی کردن، من احترام در گذشته رو گفتم به امثال مهندس بازرگان شریعتی، وگرنه من معتقدم بعد از مدار جاذبه باید در مدار دافع روشن فکر قرار بگیره. انتقاد به من میکنن که تو در مدار دافع، میگم آری هستم، برای اینکه من از مدار میانه باز که نیستم، که از مدار جاذبه به این همه جنایت خارج شدم در رابطه با بسیاری در رابطه با کشتار بنی قریظه، من در مدار دافعم، در رابطه با کشتار یهودیان صاف کردن، در رابطه با ازدواج با دختر 9 ساله من در مدار دافع هستم. یا نکته ای که آقای مثلا گفتن در رابطه یزید، من بارها تاکید کردم گفتم شما آیا فکر کردید که اگر مثلا فرزن عوض معاویه و یزید امام حسین می اومد ایران رو آزاد میکرد برمیگردون؟ هرگز نمیکرد، زیرا چه در دوره علی ابن ابی طالب چه در دوره چهار خلیفه و معاویه ایران تومه بود، دخترای ایرانی میوردن میفروختن، اموال ما رو میوردن تو مدینه، آری به عدالت تقسیم میکردن، ولی اون مادر بزرگ جد چندم من در گوشه کدام شهر کشورهای غریب جان داد و مورد تجاوز قرار گرفت، این رو کسی نمید. ببینید اینها درد بزرگ اینه، خودزنی نمیخوان بکنن برای اینکه دانششو ندارن و یکی هم به شدت به نظر من فریبکارن، برای اینکه اینها روی جهل تودهای مردم. از قدیم میگن که یک آخوندها معروفه، این میگن یک مرید احمق از یک ده ششتونگ بهتره. اینا نمیرن تو اصل قضیه، برای اینکه چیزی نداره. اگر داشتن مثلا تو سازمانی که من بودم، من گفتم فردن با اینا کاری ندارم، اینا حسابشون با تاریخ باید تصفیه بشه. ولی این سازمان از آغاز دچار بحران ایدئولوژیک بود، به دلیل اینکه وقتی تشکیل شد هرگز نرفتن بنیانگذارانش قرآن و محمد و الله رو بررسی بکنن. سال 54 دچار تضاد شد، یه گروهی اومدن شورش کردن، تغییر ایدئولوژی دادن، منتها اشتباهش این بود که کشتن هم دیگه رو، وگرنه به طور طبیعی این باید رخ میداد. یعنی از آغاز بحران زده بود و این بحران رو هرگز کوشش نکردن. الان یکی از خارج کشور ما دو تا اپوزیسیون مطرح متشکل داریم، یکیشون که پول بنزه کافی داره تشکل، همین مجاهدین هستن و شورا. ببینید اینا وارد قضیه نمیشن برای اینکه فعلا درشو انداختن، زیاد نمیگن به جز روسری و اینا، ولی الگوهاشون ایناست. اگر بخوان یک چیزی رو باید ویران کنن که توانشو ندارن، و همین دلیل بریاکاری به نظرم افتادن. دوم اینکه انتقاد نمی کنن. چیزی که من در رابطه با اینا گفتم، یک، من یه ترس ایدئولوژیک دارم که فردا چه خواهد شد. به فرض مثال یه آدمی که سال 1168 به من دستور سرودن نوحه دادن که من یه دونه نوحه سرودم، بعد دومیشو نسرودم، دو سال بعدم اومدم بیرون، من از نوحه فرار کردم، ولی بعد از 30 سال مبارزه و سلاح به دوش کشیدن و آوارگی و از دست دادن همه چی، میرسم به یه سازمانی که از حتی سال 54 که ما زندان بودیم 1000 پله عقب‌تره، یعنی رفته تو سیستم ولایت فقیه به طور تیز. و این نمیتونه توان، من بارها گفتم من الان سر و کار دارم با کسایی که بیرون اومدن شوریدن، ولی فلج طرف هیچ اندیشه نوعی رو نمیتونه ارائه بکنه. شما نگاه کنید انفعالی که تو نیروهای این گروه هست موقعی میان بیرون، توانمندیشون ندارن، ریشه خودشونو نمیخوان بزنن، برای اینکه چیزی جز این اندیشه و آیین ندارن. و حتی به نظر من روشنگران مذهبی که چندین پله از اینا جلوترن، اونا هم نیومدن. این یه شهامت خلاصه اسپینوزاوار و ولتروار میخواد که موقعی که کشیش میاد دم مرگ صلیب رو روز لبش بذاره، میگه ابله یک عمر من علیه این جنگیدم، حالا ببوسمش، نور 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 بیشتر و میمیره، نه به فکر دوزخ نه به فکر بهش. اینا آقای مانی توانشو ندارن از نظر ایدئولوژیک و فلسفی، از نظر سیاسی متکیان بر جهل مردم و نه بر اندیشه خلاصه پیشتاز. اگر بود بعد از 40 سال جمهوری اسلامی ما شاهد یک نیروی بودیم که حرفش این کار در پنیر تو قشتی که جامعه رو تغییر میدن میبرید. اینا باعث گیجی نیروها شدن، یعنی نیروهایی رو که تشنه تحول هستن به دلیل تشکل امکانات خودشون
فقط تبدیل کردن به نیروهایی که بیان زنده باد مرده باد بگن. و مشکل به نظر من اینجاست، اینا در حقیقت نمیخوان خودزنی بکنن، توانشو ندارن و از نظر سیاسی دارن فریبکاری میکنن. بله من هم با شما کاملا موافق هستم و بر این باورم کسانی که توانشو ندارن و آگاهانه اگرم دارن آگاهانه لاپوشانی میکنن این قضایا رو، هرگز نمیتونن رهبران خوبی برای جامعه ایران باشن. حتی اگر کراوات هم بزنن مثل من که زدم و خیلی ادعای مدرنیستان داشته باشن، اما تا مادامی که اینها پیرو اون تفکر توده‌ای هستند و اون تشیع و امثال هم و رعایت میکنند، من نمیگم باید برم قلب و قم کنند، هرگز نظر من چنین نیست. نظر من این است که یک سیاستمدار واقعی باید بیاید بگوید که آقا من دین و مذهب رو چون ریشه فساد ملی و تاریخی و فرهنگی در ایران بوده قبول ندارم، در عرصه سیاسی برنامه‌های من این است و اینکه باید به طور کلی روحانیت خلعیت بشود از هر گونه قدرتی در جامعه ایران، حتی به باور من باید خلع لباس هم بشود، هر کس که روحانی خواست باشد این باید شغلش باشه در محدوده منشور جهانی حقوق بشر، در محدوده قوانینی که ایرانی ها خواهند نوشت بعد از این رژیم، و باید مالیات پرداخت بکنه و همه کاراش باید کنترل بشه اگر خیلی خیلی علاقمند هستن که روحانی باقی بمانند، آخوند باقی بمانند. من آقای من فقط اگه اجازه بدید یک جمله دیگه اینجا بگم که قضیه روشن بکنه. ببینید سر قضیه زن این همه یقه پاره میکنن که آقا ما طرفدار زنیم، زنان باید آزاد باشن، زنان باید فلان باشن، ولی کسی که این حرفو میزنه اولا خودش روسری بر سر داره که نشان اسارت زن ایرانی است. من باز فلان زن روسایی مشکل ندارم، میگم تو ادعای رهبری جامعه رو داری 80 میلیون ایرانی، بنابراین تو حق نداری اینو بذاری. این رو به زور بر سر ما کردن. هر چه بود در گذشته ایران زمین ما نمونهامون تو اثر فرهنگی شاهنامه هست دیگه، امثال گردآفرید و تهمینه و اینها بودن که، یا حتی اسنادی که ما میتونیم قبول نشه باشیم، ولی چهره زن این نبود، اسم زن بود کدبانو، یعنی خدای خانه، و مرد مهربان، یعنی کسی که باید مهر ببرزه. بعد شما این اداره میکنی با کمال پررویی، هر کیم حرف میزنه سعی میکنید خفش کنید، ولی توجه نمیکنید که بنیانگذار آیین شما به گفته آقای دکتر خنجی 32 بار ازدواج کرد در زندگی، این چطوری میتونه اصلا به زن احترام بذاره؟ امام اول شما 12 تا زن گرفت، امام دوم شما 30-40 تا زن گرفت. یعنی مقوله زن رو من بررسی کردم تو تاریخ، واقعا هیچ چیزی نیست. من بارها گفتم که کوچکترین زن رزمنده مملکت ما رنجهاش 100 بار از فاطمه و زینب بیشتره، در حالی که الگو اونهاست. داستان فراتر از این است. یک ذره برن تو عمق خواهند فهمید چه خبره. سپاسگزارم. عرض کنم برگردیم به جناب آقای آثار، اگر میکروفونشون رو باز کنن. بله خب آقای آثار، یه مقداری هم برگردیم به مسائل روس. افعی ترور جمهوری اسلامی دوباره لیز خورده، اومده سر از اروپا در آورده و در همین هفته گذشته یک شبکه تروریستیش که حتی فرد دیپلمات جمهوری اسلامی هم رهبرش بوده کشف شده، و این احتمال وجود داره که این افعی در کشورهای اروپایی از این کشور به اون کشور بخزد و نیشش رو به این و آن مخالف جمهوری اسلامی بزنه، و بعد البته نوبت آمریکا و کانادا و دیگر جا هم خواهد رسید اگر که پیشگیری نکنن و از زود نجنبن. نظر شما درباره وقایع جاری چیه؟ البته در مورد بحثی که تا به اکنون داشتیم اگر تکمله ای دارید میتونید اول اون رو بیان کنید و بعد لطف کنید درباره وضعیت امروز و موضوعی که مطرح کردم نظرتون رو با ما در میان بذارید. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. ببینید من فقط یه چند جمله راجع به بحثی که تا داشتیم بگم.
مذاهب از بدو به وجود آمدنشون که تقریبا میتونم بگم به حدود 4-5 هزار سال میکشه، اینها همیشه دنبال قدرت سیاسی بودن. یعنی مذهب، شما سوای مذهب اسلام مذاهب دیگه، اینها همه یا حکومت میکردند، مذهب یهود حکومت میکرده، کینگ داوید، داوود پادشاه بوده، سلیمان پادشاه بوده، ببینه اینا حکومت میکردن و مشروعیتشون هم چون همونطوری گفتم الهی بود، قابل بحث نبود. مثلا کسی میتونه بیاد در زمان مغول‌ها میومدن، بالاخره مغول‌ها رو به چالش میکشیدن، ولی مذهب بر این مبناست که هیچ کس نباید حرف خدا رو به چالش بکشه. بنابراین با یک چنین فلسفه‌ای اینها شانه خالی کردن از جوابگویی به مردم و تونستن میخ قدرت خودشون بکوبن. اسلام از بدو تولدش حکومت کرده و در مقاطع کوچکی از تاریخ یا حکومت نکرده، در مبارزه برای به دست آوردن قدرت سیاسی بوده. پس ما میدونیم که بزرگترین شهوت سیاسی در خود سیستم مذهبیه. سیستم مذهبی اصلا اومده برای قبض کردن سیستم سیاسی. پس اینجا باید ما دقت بکنیم که ما موقعی که از مذهب صحبت میکنیم نیم بگیم به راحتی، بگیم دین را باید از سیاست جدا کرد. اونها میگن زکی، ببخشید، ما از اولش داشتیم حکومت میکردیم، سیاست مداران اولیه خود ما بودیم. بنابراین چیزی که من دارم فقط میگم، ما باید بیان ببینیم مشروعیت مذهب از کجا میاد. مذهب با شعار سعادت، خوشبختی، پیشرفت و به قولن عاقبت به خیر شدن انسان‌ها اومده جلو. مذهب اومده بگه ما میخوایم یک نوع تفکری در اجتماع بشر پیاده کنیم که انسان‌ها متعالی باشن، همدیگر رو دوست داشته باشن، به هم مهر بورزن، زورگویی نباشه، جنایت نباشه، تجاوز نباشه. خب ولی در این کار شکست خورده، چون برای حفظ قدرت سیاسی خودش به این عوامل توسل جسته. یعنی خودش تجاوز کرده، خودش آدم کشته، خودش همه نوع خلافکاری ها را انجام داده. بنابراین اینجا مشروعیت مذهب به عنوان یک سیستم تفکری که اومده اخلاق رو برای جامعه بشر به ارمغان بیاره از بین میره، خود به خود ملغاست. یعنی مذهب دیگه رسالتی نداره. در رسالت اصلی خودش که با اخلاق کردن اجتماع بشری بوده شکست خورده. بنابراین هیچ گونه مشروعیتی نداره. اینی که آقایون میان از مشروعیت سیستم صحبت میکنن، سیستم اسلامی مشروعیتش رو قرنهاست از دست داده با تجاوز و زور و آدم کشی. بنابراین این مقوله برای من یه بحث بسته تموم شده است. یعنی من نه راجب اسلام اصلا دیگه فکر میکنم، نه حاضرم بخوام اسلام رو طوری دیگری بزک کنم و به خورد مردم بدم. به قول آقای یغمایی، شارلاتان بازهایی که این کارو شارلاتانایی که این کارو میکنن، اونها رو بذارید کنار، ولی انسان سالم معقول که نمیاد دوباره یک فلسفه ای رو که در طول قرنها در بوته آزمایش قرار گرفته و جواب نداده و همواره مصیبت و بدبختی به بار آورده، باز ما اینو بخوایم بیایم دستکاری کنیم و بزکش کنیم و بپیچیمش تو چند تا کاغذ رنگی و دوباره تو دیگری بخوایم اینو ارائه بدیم. آقای رضا پهلوی، خانم مریم رجوی، یکم هم شرم بکنید و یه مقدار سعی بکنید به وجدان انسانی خودتون مراجعه بکنید. امیدوارم روزی بیاد که خودتون اعلام کنید که شما هم از مذهب اسلام دوری دارید میکنید. این یه مقوله. مقوله بحث بعد رو که الان شما مطرح کردید، ببینید آقای مانی، من فکر میکنم 4-5 ماه پیش ما یه صحبتی با هم داشتیم که من در اون موقع به شما گفتم آقای مانی، من بعید نمیدونم که جمهوری اسلامی به زودی ماشین ترور رو به راه بندازه. اگر به خاطر بیاورید اینو گفته بودم، قبل خیلی وقتم پیش گفته بودم. این یه چیز منطقیه. من نمیخوام بگم من نه پیغمبرم، نه با جایی رابطه دارم، من یه آدم بسیار عادی هستم، ولی یک مقدار تفکر منطقی و کانسیکوئنس یک سری چیزهایی رو به صورت خیلی ساده و منطقی که فکر میکنم هر انسان معقولی باید بتونه، انسانهایی که یک فقط به اصطلاح انگلیسی common sense دارن، یعنی شعور متعارف دارن،
آدمای خاصی هم لازم نیست باشن، میتونن این چیزها رو محاسبه کنن. و اون اینه که رژیم جمهوری اسلامی یک مقداری در حرکات و اون ظاهرسازی که میکرد از حدود 10-12 سال پیش تغییراتی داده بود، یک سری به اصطلاح به ظاهر تغییراتی به وجود آورده بود که بتونه با اجتماع اروپا، با آمریکا که نتونستن، اوباما که رفت کنار مشخص شد که دیگه اون دوره گذشت، با آمریکا به هیچ عنوان نمیتونن به یک تعامل سیاسی یا اقتصادی برسن. حالا تمام امیدشون اروپاه. اروپا هم از قرار معلوم آب سرد و داره رو دستشون میریزه. شرکت‌های اروپایی، کشورهای اروپایی دارن به تدریج موضوع رو برای جمهوری اسلامی توضیح میدن که ما بدون پشتوانی آمریکا نه در سیاست نه در اقتصاد نمیتونیم ادامه بدیم. بنابراین جمهوری اسلامی کم کم داره به این نتیجه میرسه که باید از اروپا هم قطع امید بکنه. خب اینجا دیگه چی براش باقی میمونه؟ اینجا ببینید جمهوری اسلامی الان داره احساس خطر میکنه که به جایی برسه که همونطوری که در یه پیام گفتم بخواد در خلیج فارس شیطنت هایی بکنه، بخواد برای اینکه نفت خودش قطع میشه به نفتکش ها حمله بکنه و میدونه که عاقبت این کار یک حمله کوبنده نظامی هست از طرف آمریکا. بنابراین اینجا تنها چیزی که برای اینا باقی میمونه شرارته. و میبینید که موقعی که آقای روحانی، این شیخ ابله، در همین فکر کنم دیروز یا پریروز بود در سوئیس صحبت کرد و گفت که بیایید نفت ایران را قطع کنید تا ببینید ما چه جوابی به شما میدیم، دیدید که اولین کسی که از او تقدیر کرد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بود و گفت آها این همون روحانیه که ما میشناختیم، این الان داره درست صحبت میکنه. بنابراین من به شما بگم این نشان دهنده بالاترین گرفتاری، ورشکستگی و استیصال رژیمه که به جایی رسیده که فقط و فقط میتونه شرارتی بکنه یا یک انسانی رو، یک فردی رو در جایی صدمه بزنه یا بتونه ترور بکنه بکشه. این تنها راهشه. از این که بگذریم هیچ کار دیگری عملا نه در صحنه سیاسی نه در صحنه نظامی دیگه نمیتونه انجام بده. در خاورمیانه تو دهنی خورد، اسرائیل اینا رو کاملا به لحاظ نظامی ساقط کرد، از سوریه داره بیرون انداخته میشه، خود روسیه از عواملی شده که داره اینا رو بیرون میندازه، اسرائیل و روسیه. بنابراین اینا میبینن که در سیاست‌های توسعه طلبیشون در سطح خاورمیانه شکست خوردن، اقتصاد مملکت نابود شده، پولی در بساط نیست و این قطره قطره ارزی هم که الان داره به دستشون میرسه به زودی بند میاد. این جریان اینه که آقای مانی اگه شما و منم بودیم آیا به غیر از یک حرکات ایزایی به قول خودشون، یک حرکت‌های شرورانه و اینه که بخواید یه جایی کسی رو اذیت بکنید یا صدمه‌ای بزنید یا بمبی رو منفجر بکنید، آیا کار دیگری از دست رژیم برمیاد؟ نه. بنابراین منطقی جرم مانی، ما نباید تعجب بکنید. اونها به طور منطقی دارن تنها کاری رو که، تنها شرارتی رو که براشون باقی مونده و میتونن انجام بدن دارن انجام میدن. بله، البته منطقی که مال اونهاست. بله. بسیار خوب آقای آثار. برگردیم به آقای چوبینه عزیز. آقای چوبینه شما آخرین سخنگوی این برنامه هستید. اگر فرصت 6-7 دقیقه فرصت دارید 2-3 دقیقه شو برگردید به اون پرسش نخستین اگر دوست دارید و بقیه شو هم بپردازید به همین موضوعی که الان مطرح شد. بفرمایید. من و شما و دوستان عزیزی که اکنون در اینجا حضور دارن، باور داریم که اسلام، منو مدت ها پیش نوشتم منتشر شده، تاریخ مصرفش پایان گرفته و تاریخ مصرف جمهوری اسلامی با قتل‌های گوناگون که از اول انقلاب تا سال 67-68 انجام گرفته پایان گرفته. یک آشتی ملی و یک آشتی اجتماعی و یک صلح اجتماعی غیر ممکن شده در جامعه.
جمهوری اسلامی هیچگاه اصلاح پذیر نیست، اصلاح هم نمیشه کرد. ولایت مطلقه فقیه یعنی دیکتاتوری آخوند. معنی اصل قضیه رو با دقت بدانیم و اینو تکرار بکنیم. جمهوری اسلامی اسم روبناییشه. واقعی جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه است. مطلقه فقیه یعنی یک آخوند مثل سید علی خامنه‌ای که بی نهایت خونخوار و وحشتناک جنایتکار در تاریخ ایران، در تاریخ اسلام، در تاریخ هجوم‌های غیر ایرانیان به ایران بی سابقه است. این همه جنایت، این همه کثافت و این همه فساد و تباهی و تبهکاری انجام گرفته باشه. 40 سال لجن کردن همه جامعه ایران، فرهنگ ایران، زنان ایران، مردان ایران، اقتصاد ایران، همه چیز ایران، و اکنون رسیدن به پایان خط. من باید بگم که با ترامپ به صورت معمولی حرفایی که ازش میخونم برای من جالب نیستش، ولی در مورد سیاست در مورد ایران باید بگم با لبخند تأیید میکنه. اون برای این که فهمیده و اطرافیانش که سالها نظامی بودن و تجربه های گوناگون در خاورمیانه داشتن در دوران جوانیشون در جنگ های خلیج فارس و غیره، میدانن که این آخوندها چه جانورهایی هستن. فراموش نکنیم جمهوری اسلامی در حقیقت برخلاف اون حرفایی که خامنه‌ای میاد میزنه و یه عده ابله هم میشینن جلوش با در لباس پاسداری و سرداری براش الله اکبر میگن و صلوات میفرستن، تصور کنید کسیست که یک دیوانه، یک روانی که خود رو بشو موش میدونه، خودشو موش میشناسه و احساس میکنه که هر جا گذر کنه گربه های خطرناک و درنده در که در کمین اون نشسته. خامنه ای به همین دلیل شما میبینید که هیچ جا در هیچ کجا ظاهر نمیشه جز در همون بارگاهی که پشت اون پرده صدها نفر آدم مسلح ایستادن و دارن نگهداری ازش میکنن و در مقابلش هم عده سردار میهن فروش جنایتکار و ابله نشستن چارزانو بر روی اون قالی‌های بی‌معنی و زیلوهای کثافت گرفته و دارن برای این آقا شعارهای مزخرف اسلامی میده. ببینید تروری که این آقای اسدالله اسدی رهبری میکرده و تروریست هایی که دستگیر شدن نقدن، من فکر میکنم اگر به موفق میشدند و انفجاری ایجاد میشد در جلسه مجاهدین، هدفشون مجاهدین نبود، بلکه هدفشون اتفاقا شرکت کنندگان خارجیه، به خصوص آمریکاییایی که در اونجا شرکت کرده بود، برای اینکه یک پیامی بفرستن برای آمریکا با مشکلاتی که اکنون برای جمهوری اسلامی ترامپ ایجاد کرده، که ما میتونیم هر زمان به شما ضربه بزنیم. قضیه را از این دید ببینید. من فکر میکنم که اینا در فکر این بودن که بمبی رو یا که آتش
ایجاد بکنن که بیشتر به اون سخنرانان آمریکایی که یه جلوه‌ای به این بالماسکی ابلهانه مجاهدین داد میدند. و یادتون نره این افران برای هر سخنرانی رسمه در آمریکا، هزاران دلار پول دریافت میکنن، خرج سفر میگیرن، بهترین هتل ها هم بعد اینا زندگی بکنن و اینا همه دنیا باید بدانن. اینها به خاطر مجاهدی نمیان، اینا میان که پول دریافت کنن برای اینکه احتیاج به این پول ها دارن. اون چی که مهم هستش، ما ایرانیان نیاییم مثل گذشته چشم بسته و خیلی ساده لوحانه از مسائلی که در جامعه ایران، در ایران و در خارج از کشور انتشار میابه دنبال کنیم و چشم بسته به به و چه چه. من معتقدم همچنان که در گذشته هم این کار کردیم. ببینید اون زمان هایی که انقلاب میشد، شریعتی در کتاب چیزش تشیع علویش و مقدار زیادی از آثارش اتفاقا کشدارهای رسول الله رو تأیید میکرد. من اینا نقد کردم در مقدمه 23 ساله، تأیید میکرد این آدم آدم کش بود، این آدم بود جامعه شناس. یه جامعه شناس امکان نداره در قرن 21 بیادش از کشتار عده بیچاره مفلوک کلیمی یهودی 700 نفر سر بزنن. محمد نشسته بوده بالای این چاله، اینو این شریعتی قشنگ تصویر کرده. سر اینا رو می بردن تو چاله می انداختن به بعد نفر بعدر، و این آدم به قول شریعتی حتی خم به ابرو نمی آورده. 700 نفر که بلند کشتی میشن، بلند میشه با حرکت دست خاک بریزه دوشون و میذاره میره. این یه دیوانه جنایتکار میتونه این کار بکنه، حالا اسمش باشه محمد رسول الله. آقای شیخ حسن روحانی علناً جلوی مسئول کشور سوئیس در مده گفته ما کشور صهیونیستی اسرائیل به رسمیت نخواهیم شناخت. اینها وظیفه خودشون میدونن. اینها وظیفه خودشون میدونن و به قول خامنه‌ای مأموریت الهی اونها هستش. این دیوانه هایی که در ایران اکنون به قدرت رسیدن میگوین ما وظیفه الهی ما هستش، درست مثل محمد رسول الله، درست همون کارهایی که علی در جنگ های اولیه اسلام میکرد که مأموریت الهی دارن که اسرائیل رو نابود کنن. همین دو سه روز پیش، همین سه چهار روز پیش خامنه این حرفا رو زده. به همین دلیل من از همه ایرانیان دعوت میکنم با چشمانی باز به سوی یک اتحاد ملی برای برانداختن جمهوری اسلامی و گذر از این کثافت اصل حجر بشن، برای اینکه هر لحظه ماندن اینها برای همه چیز ما ایرانیان کثافت به بار میاره و کاملا ما را به نیستی و نابودی میکنه. من از همه خواهش میکنم، از همه ایرانیان خواهش میکنم، با هر نوع اندیشه سیاسی، با هر اندیشه معنوی که دارن متحد بشن. من یه آدم
فعال سیاسی نیستم، در هیچ نه حزبی بودم تو زندگی و در آینده هم خواهم، ولی میدانم که یک جامعه سالم، برای ساختن یک جامعه سالم بعد از این همه آسیب، این همه بیچارگی، این همه بیچارگی احتیاج به اتحاد و همبستگی مردمی و ملی داره. درود بر شما و زنده باشید. خب شما عزیزان بیننده و شنونده، بازم نظارگر و شنونده یکی دیگر از دور همی های ما بودید در کافه روشنگران و آقای اسماعیل وفای احمایی اینجا بودن که سخنانشون شنیدید، آقای دکتر آثار و آقای بهرام چوبینه. من از همونجا با شما خداحافظی میکنم و شما بدرود میگم تا برنامه آینده. شادکام باشید، روشن روشنتر و روشنترین باشید. بدرود.